سلام و وقت بر شما بخیر. به هر ساعت خبر از یک با من سید عیسی سادات خوش آمدید. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به گفته های وزیر خارجه روسیه افزوده است که بیرون کردن امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام وحشتناک دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری بیان کرده است که امریکا در موقعیت قرار ندارد تا حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد. با این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی ابراز داشته که کشورش تلاش دارد تا این حکومت را از فهرست هراس افغانان حذف کند. واکنش شورای امنیت ملی کاخ سفید به گفته های وزیر خارجه روسیه. شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته است که بیرون کردن امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام وحشتناک دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در نشست خبری گفته است که امریکا در موقعیت قرار ندارد که حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت بشناسد و روسیه هم باید این کار را انجام دهد. با این حال سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه گفته بود که امارت اسلامی قدرت واقعی در افغانستان است و کشورش تلاش می کند تا این حکومت را از فهرست گروه های هراس افغان حذف کند. اما کربی این اقدام روسیه را نادرست دانسته، می گوید که حذف امارت اسلامی از فهرست سیاه پیام بدی برای کشورهای دیگر خواهد داشت. او افزوده است که امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان به تعهداتشان به ویژه در مورد تامین حقوق بانوان عمل نکرده است. با وجود این رئیس جمهور روسیه امارت اسلامی را حاکمان فعلی افغانستان دانسته و گفته است که با در نظر داشتی این واقعیت باید با این حکومت روابط برقرار شود. با وجود این رئیس جمهور روسیه امارت اسلامی را حاکمان فعلی افغانستان دانسته و گفته است که با در نظر داشتی این واقعیت باید با این حکومت روابط برقرار شود. در همین حال سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر تصمیم روسیه مبنی بر حذف امارت اسلامی از فهرست سازمان‌های ممنوعه آن کشور را عمل منطقی دانسته و از آن استقبال کرده است. ارگ از سفر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء به ولایت پروان خبر داده است. بر اساس خبرنامه ارگ این سفر به منظور آگاهی از وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی باشندگان ولایت پروان انجام شده است. وزارت خارجه امارات اسلامی حمله پسین اسرائیل به بیجا شدگان در شهر رفح فلسطین را نکوهش کرده است. در آگهی نامه این نهاد آمده است که حمله اخیر اسرائیل به بیجا شدگان فلسطینی در رفح بیانگر تعهد نداشتن این کشور به قوانین جنگی است. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری حمله های هوایی اسرائیل بر شهر رفح را به بمباران هوایی آمریکا در افغانستان و عراق تشبیه کرده است. شاهراه کابل شمال در ساحه ولسوالی دوشی ولایت بغلان بازسازی می شود. وزارت فواید عامه در آگهی نامه گفته است که محمد عیسی ثانی سرپرست این نهاد در سفر به بغلان از جاده دوشی بغلان که بخشی از آن در سیلاب های پسین تخریب شده بود دیدن کرده است. سرپرست وزارت فواید عامه در این سفر به رئیسان فواید عامه ولایت های بغلان، سمنگان، پروان و سالنگ هدایت داده که با امکان های دست داشته آب دریا را تغییر مسیر داده و بخش تخریب شده را به گونه اساسی بازسازی کند. همزمان با ادامه جنگ در غزه و در حالی که انتقادها از اسرائیل در پیوند به حمله شامگاه یکشنبه به اردوگاه آوارگان در رفح بالا گرفته است، الجزایر پیشنهاد قطعنامه را به عضوهای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است که بر اساس آن خواستار آتش بس فوری در غزه و توقف فوری حمله بر شهر رفح شده است. این در حال است که خبرگزاری رویترز با نقل از شاهدان عینی خبر داده که تانک های اسرائیلی به مرکز شهر رفح رسیدند و حمله ها به این شهر با وجود واکنش های جهانی گسترده ادامه دارد. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما گردید. حال از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.